زبان سرخ و سر سبز. ستیز دین با دانش، خرد و حقوق آدمی در ایران و جهان. یک بررسی بی‌طرفانه اما دقیق از جنبش‌های اجتماعی، مذهبی، فلسفی و سیاسی از هنگام چیرگی اسلام بر ایران و منطقه تا کنون. با حضور کارشناسان شجاع و آگاه. برنامه از رادیو تلویزیون مانی. آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی که در 25 سال آغازین سده 20 خورشیدی یکی از بلند پایه ترین مراجع تقلید و رئیس حوزه نجف بود، در رساله عملیه اش می نویسد که وقتی زوجه قبل از آنکه 9 سال او تمام شود حرام است. به نکاح دائم و یا منقطع، لکن سایر استمتاعات یعنی لذت بردن ها مثل مالیدن بدن به بدن او به شهوت و مثل بوسیدن و او را در بر گرفتن و بین رانهای او داخل نمودن ضرر ندارد، حتی با دختر شیرخوار. این رو من از یکی از پانویس‌های کتاب شیعه‌گری احمد کسروی به کوشش جناب محمد امینی خواندم و باز یکی از این پانویس‌های دیگر رو می‌خونم درباره تلقین اینکه علی خود خداست. شما ببینید این آخوندها چه چیزایی رو تحویل مردم ایران می‌دادن. پیروان اندیشه‌های ابن سبا با سین که به سبعیه یا سبائیه نام آور شده اند بر این باورند که ذات پروردگار در علی ابن ابی طالب وارد شده، یعنی خود خدا اومده رفته توی وجود علی، و ابن ملجم مرادی شبیهی را که شیطان از علی ساخته کشته و نه علی را. با این دو فاکت تاریخی و ثبت شده درود میگویم به شما بینندگان و شنوندگان رادیو مانی. من مانی هستم در خدمت آقای جلال ایجادی و اسماعیل وفا یغمایی. بحث امروز ما ادامه بحث دو هفته پیش است که در اونجا پیرامون قدرت حوزه های جهلیه در نجف و کربلا و قم و مشهد و جای دیگر سخن گفتیم و امروز این بحث رو ما ادامه می دهیم. اگر ما در این برنامه یا شخص من به خمینی می گویم آیت الله و نمی گویم آخوند، برای اینکه اینها یک تقدسی تو واژه آیت الله برای خودشون درست کردن، می چسبونن به اسم خودشون و شما بگی آخوند، میگه من که آخوند نیستم، من آیت الله هستم. و همین خاطر من تعمد دارم که این واژه های خیلی گتگونده رو که اینا برای خودشون گذاشتن مثل آیات عظام، اینها رو بیارم در سطح شخصیتی که اینا دارن، همون آخوندهای پادوی که شما میشناسید. و اگر میگویم حوزه علمیه، برای اینکه نامش اینه، ما نمیتونیم بهش نام دیگری بدیم، اما مفهومش از نظر ما حوزه جهلیه است. و حالا چشم ما از این بیشتر از این واژه بهره خواهیم برد. دوستان خیلی خوش آمدید. آقای ایجادی شما آغاز کنید، بعد آقای یغمایی و باز من هم در خدمتتون هستم. بفرمایید. درود به همه بینندگان گرامی رسانه مانی و درود به دوستان گرامی، هم فکران و همراهان گرامی اسماعیل وفا یغمایی و مانی. ببینید دوست عزیز مانی، همین دو نقل قولی که آوردید
تجلی یک واقعیت هولناک هستش، به این معنا که اینها نشان دهنده ماهیت و محتوای آن چیزی هست که ما بهش میگیم حوزه. ببینید تا چه میزانی کارهایی که انجام میدهند پست، زشت و بسیار مرتجعانه هست و همین نکاتی رو مطرح کردید، نقشی که باید داشته باشن در چیست؟ در این که هست که انسانها بیان تابه چنین گفته هایی بشوند، انسانها بیان دنبال مراجع تقلید، انسانها بیایند بپذیرند که در واقع مقلد یک آخوند هستند، یک آیت الله هستند و به این ترتیب خرد خود رو نادیده بگیرند و به این ترتیب خود رو به یک بنده، به یک برده تبدیل بکنند. واقعیت همین هستش که به هر حال شیعه‌گری به نظر من یکی از جریان‌های مهم دروغ‌گرایی و جعل و تحریف و خرافه پرستی هستش. هرچند که در این زمینه تحقیق‌های گوناگونی صورت گرفته که چگونه شیعه گرفت در ارتباط با مثلا بازماندگان خاندان بنی هاشم، و من حال به این بخشاش نمیخوام بپردازم، ولی به هر حال این در ضمن در طول تاریخ دستاویزی شد تا یه حدودی برای جریان‌های سیاسی در ایران به شکل تاریخی، که از این ماجرا، از این اختلاف بین خانواده‌های عرب، بین خانواده‌ها و قبیله‌های عرب که بحث اونها، نقد اونها و یا اختلاف اونها بر سر پول بود، بر سر مال بود، بر سر جاه و جلال خاص خودشون بود، تبدیل شد به هر حال به اون چه که بهش میگیم شیعه‌گری. بنابراین در ارتباط با شیعه‌گری، هرچند که ما میتوانیم احتمالاً ارتباطی بین امام زمان گی بیاریم و آن چه که به فرض در ادیان دیگه، در مسیحیت یا در آیین زرتشت در ارتباط با کسی که ظاهر خواهد شد به فرض گیر بیاریم، ولی که واقعا من نگاه هم بر این هستش که درسته که این دینهای مختلف از هم برخی مطالب رو گرفتن و بازسازی کردن، ولی که وقتی که به شیعه‌گری نگاه میکنیم و محتوای شیعه‌گری، هرچند که آمد در درون جامعه ایران و در درون جامعه ایران به اعتبار سلطانها، به اعتبار مغلها، به اعتبار صفویان و همچنین شاهان قاجار غیر و غیره، تبدیل شد به یک مذهب حاکم در ایران. این مذهب توأم با خشونت پیش رفت، این مذهب توأم با اتحاد بین شیخ و سلطان و شاه به پیش رفت و این مکتب بیان به اصطلاح پذیرش عادی و به اصطلاح افراد نبود، بلکه به زور در واقع به زور اسلحه یا چماق و از سوی دیگه به زور به هر حال این دستگاه آخوندی بود. و سیستم آخوندی، وقتی که ما نگاه میکنیم که سیستم آخوندی چگونه به وجود میاد، حداقل نگاه بکنیم به زمان صفویه، میبینیم که این مجموعه اقدام هایی رو که اینها کردن برای آوردن آخوندهای گوناگون از لبنان و بحرین و عراق و غیر و ذالک، این ملا باشی ها رو که میارن در درون به اصطلاح دوران صفویه در درون دربار به نفعی، و از سوی دیگه هم کسانی مانند مجلسی ها و غیر و ذالک، اینها شروع میکنن به مذهب سازی، به دین سازی. اینها قرآن رو برداشتن گفتن خب حالا ما چگونه میتوانیم بسازیم، و اینها رو برای ایرانیان عزیز پیوسته باید تکرار کرد که دین از آسمان نمی آید، که دین در طول تاریخ توسط افراد، توسط پادشاهان، توسط زورمندان، توسط افراد در واقع دارای تفهم به وجود آمده. بنابراین هیچ جنبه تقدس ماوراءی هرگز نمی تواند دین داشته باشد، و از جمله مذهب شیعه. به این ترتیب هستش که ما می بینیم چگونه مذهب شیعه که خواهان سیطره بر کل ایران بود، علارغم این عملا نمیتواند
به خاطر اینکه اهل سنت باقی میمونه و به هر حال گرایش‌های گوناگون. ولی آنچه که مهم هست بعد از این دوران که در چند کلمه من گفتم که دوستان دیگر هم میتوانند شاخهای گوناگون رو بیان بکنند، این هستش که چگونه این روش کرد، چگونه شیعه‌گری روش کرد و این ارتباط داره با همین نکته دو به اصطلاح گفته ای که شما مطرح کردید. شیعه روش کرد به خاطر اینکه یک سلسله مراتب مربوط به آخوندها به وجود آمد. این سلسله مراتب مرکز نشر و ترویج کی بود؟ همان در واقع نادانی، همان جهالت. و شما گفتید و درست گفتید که قدرت حوزه های جهلیه و برخلاف اونچه که خود اونها میگویند علمیه، ما باید بگوییم جهلیه، جاهل، نادان، زشت. و چرا؟ به خاطر همین نوع روایات، همین نوع گفته ها و غیر و ذالک است. زمانی که ما نگاه میکنیم به دنبال میگویند حوزه نجف اولین حوزه ای هستش که در جریان شیعه‌گری به وجود آمد که به قرن سوم و چهارم میلادی برمیگرده. ولی اگر در ادامه این نگاه بکنیم که چگونه این حوزه مرکز تولید آخوندهای بزرگی شد و از جمله حوزه های گوناگونی که در ایران هستند، من به یک آماری رسیدم دوستان و نمیدونم شما دیدید یا نه، تعداد این حوزه ها در ایران چقدر هستش. تعداد این حوزه ها بر اساس آماری که نشریه همشری منتشر کرده بود، تعداد حوزه های علمیه فعال در سراسر کشور 480 حوزه ما در ایران داریم. 480. و این حوزه ها دارای چی هستند؟ به اصطلاح بر اساس همین آمار دارای 5000 استاد ثابت هستند. استاد ثابت یعنی همین آخوندهایی که به شکل رسمی در به اصطلاح درس طلبگی میگن. دارای 2000 استاد به اصطلاح غیر ثابت هستند، یعنی حق و تدریسی ها. و به علاوه اینها، این به اصطلاح حوزه ها دارای پرسنل هستند، دارای افرادی هستند که براش دارن کار میکنن. و این افرادی که دارن باش کار میکنن 100,000 نفر برای این حوزه ها در ارتباط با شغل های مختلفشون دارن کار میکنن که اینها بگرده، سیستم ادارهشون بگرده، اینا کلاس هاشون رو تنظیم بکنن، طلاب های جدید رو در واقع بگیرند و بیارند در داخل این حوزه ها و همچنین حق و تدریس بگیرند و غیر و ذالک. و بنابراین و به علاوه تعداد حوزه های علمیهی که در دست ساختن هست در سراسر کشور 170 حوزه جدید در حال ساختن هستن. شما نگاه بکنید یک لشکر عظیمه، یعنی نه تنها بنابر آماری که در منبع دیگه قبلا من مطرح کرده بودم که تعداد این آخوندها چند نفر هستند در ایران که رقمی پیدا کردم بر پایه 400,000 نفر، یعنی آخوندهای کوچک و بزرگ، طلبه تا آیت الله عظماها و غیر و ذالک، مجتهدین که 400,000 نفر هستند. و به علاوه این مکانیزم حوزوی، آنچه که در اینجا میبینیم و آنچه که شما مطرح کردید در همون دو جمله اول، بیان واقعیت این حوزه هستش. یعنی این حوزه ها چه کار میکنن؟ شما نگاه بکنید چه بودجه عظیمی از طریق مالیات های دینی، خمس و زکات و همچنین امروز مالیات به اصطلاح بودجه‌ای که از طرف دولت داده میشه، بودجه‌ای که از طریق سازمان اوقاف داده میشه. و هر کدوم از این آیت الله های بزرگ خودشون یک در واقع سلطنت ویژه خاص خودشون رو دارن و اینها نوچه های خاص خودشون رو دارن، مطابق بر قدرت مالی خودشون به نوچه های خودشون در ضمن پول بهشون میدن. و به این ترتیب هستش که شما با یک لشکر مواجه هستید. این چیز شوخی نیست. حال چرا این لشکر وجود داره؟ این لشکر، لشکر چیه؟ میتونه اونها خودشون میگن لشکر به نوعی دانشگاه ما هستش و به خاطر اینکه در درون این آدم ها رو پرورش میدن، آدم هایی که پرورش پیدا میکنن، یعنی دوره های مختلف
عرضم حضورتون که حوزوی رو میرن میخونند و به اصطلاح از درون این حوزه ها میرن بیرون به عنوان افرادی که دارای چی هستن، دارای به اصطلاح سطوح مختلف حوزوی هستن. و این سطوح مختلف حوزوی که ما به هر حال اگر توجه بکنیم میخوان چیکار کنن با این آدم ها و با این به اصطلاح سطوح حوزوی که اینها در واقع دارن، این سطوح حوزوی به اینها چی میآموزن؟ در درون این حوزه ها خود اونها میگویند اساسا روایات رو در واقع تدریس میکنن، احادیث رو تدریس میکنن. گاه به گاهی برخی از این مجتهدین بزرگ به اصطلاح فلسفه ملا صدار رو تدریس میکنه و قرآن به شکل فرعی هستش که مورد به اصطلاح تدریس قرار میگیره. یعنی مجموعی از خرافاتی که توسط کلینی ها و توسط مجلسی ها و غیره جمع‌آوری شده، خوراک این جماعت در درون این نهاد هستش. ما در مکانیزم های جوامع مدرن سیستم آموزش در واقع عمومی رو داریم، مدرسه داریم، دبیرستان داریم و بعد از اون میرسیم به دانشگاه. اینها سیستم های در واقع لایق، سیستم های دولتی هستش که افراد جامعه رو چیکار کنه؟ آموزش بده، آموزش باز که البته در ایران ما متاسفانه با آسیب های بسیار زیادی مواجه هستیم، ولی یک سیستم آموزشی عادی انسان ها رو برای ادبیات، برای تکنولوژی های گوناگون در ارتباط با مسائل مربوط به علم ریاضیات و غیر و غیره آماده میکنه که به این ترتیب جامعه به دنبال این مراحل گوناگون بتواند از این نخبگانی که آماده شدن در زمینه‌های مختلف استفاده بکنه، در مدیریت کشور، در مدیریت اقتصاد، در مدیریت کشورداری و غیر و ذلک. اینها از درون این سیستم میان بیرون. حال زمانی که شما نگاه میکنید سیستم آخوندی یک سیستم رقابت در برابر این سیستم هستش، یعنی میگوید من انسانهای خودم رو میسازم. انسانهای خودش یعنی چی؟ یعنی تمام این طلبه هایی که جز مشتی افکار ارتجاعی چیزی دیگه در ذهنیت اونها نیست. و اون چیزی شما مطرح کردی که در ارتباط با تجاوز به زن، تجاوز به حتی بچه های شیرخوار، اینها هیچ گونه اخلاقی ندارن. اینها کثیف‌ترین موجودات این عالم واقعا هستن. این رو ما واقعا بدون اصطلاح بدون هیچ گونه پوششی باید بگوییم. زمانی که محتوای قرآن جز محتوایی بر پایه تبعیض، تجاوز به حقوق افراد، کشتنها، جهنم بردن افراد و غیر و غیر چیزی دیگه نیست، نتیجه این هم چه خواهد شد؟ در درون حوزه هم مطابق به آنچه که در قرآن آمده است و آنچه که در فقه شیعه آمده است تکرار خواهد شد. به این ترتیب هستش که واقعا سیستم حوزوی که در ایران ما به وجود آمده و از جمله قومی که به هر حال به وجود آمده، همونطور که میدانید دوستان گرامی، اینها میگفتن، یعنی میگن البته این به اصطلاح در شهر قم در حدود سه، برای که اخباری که ندادن کاملا به هر حال موثق نیست، ولی به هر حال بحثش این هستش که از زمان ابو مسلم خراسانی هستش که قم یک پایگاه به هر حال مهم شیعه‌گری میشه و پس از اون در واقع به دنبال آمدن فاطمه معصومه، این خواهر به اصطلاح امام رضای شیعیان که دختر موسی کاظم هست، که به سوی ایران، به سوی از مدینه میاد به سوی ایران که بره به طرف برادرش در خراسان و در نیمه راه داستانهای دروغی که به هر حال ساختن که شد بر اثر سم خوردن مرد و به دنبال اینکه مرد، بنابراین اینجا در نقطه نزدیک شهر قم بود، اونجا این رو به خاک سپردن و به دنبال این بارگاه ساختند و به دنبال این تمرکز شیعیان و به دنبال این تمرکز در واقع آخوندهای گوناگونی که پدید آمدند. یعنی شما تمام این ماجراهایی که اینها ساختند یک دروغ بزرگ، هیچ چیز دیگه ای نیست. این زنی که به هر حال از مدینه آمده و مورد احترام شیعیان هستش چه کار برای این ملت ایران کرده؟ کسی که حتی در اساس
روایت خود این هم یک مدت بسیار کوتاهی رسیده بوده به ایران که بره به طرف برادرش که از ثروت‌های ایرانیان در واقع بچاپه و در مسیرش در محل قم در واقع این چال میشه. خب برای این ملتی که میرن در درون حرم معصومه و گریه و زاری میکنن، تقدس براشون داره و غیر زاری، شما یک لحظه فکر بکنید ما چقدر باید عقب افتاده باشیم که در درون در واقع چنین نظام اعتقادی قرار بگیریم و برای چنین شخص موهوم و در واقع غیر واقعی خودمون رو به بند روحی بکشیم. و به این ترتیب هستش که اینجا میگویند که به هر حال منجر به این شد که سیستم به اصطلاح حوزه قم به وجود بیاد و پس از اون به دوران صفویه میرسیم و پس از اون به هر حال به دوران قاجاریه تا زمانهایی که زمان رضا شاه به دنبال اینکه حوزه تهران رو رضا شاه در واقع بست عملا اهمیت داده شد به حوزه قم و به این نقطه رسیدیم که به هر حال من کوتاه میکنم صحبتم رو، زیاد صحبت کردم دوستان گرامی میبخشید من رو، ولی شما فقط یک نگاه بکنید که این حوزه قم یکی از مراکز فساد در این دوران اخیر بود. یادمون باشه کارهایی رو که خمینی انجام میداد در درون همین حوزه بود و در درون مدرسه فیضیه که وابسته به این حوزه هستش فساد روحانیت بیش از پیش برجسته و برجسته شد، بزرگ و بزرگ شد که رسیدند به چی؟ به مسئله تصرف قدرت در ایران. یعنی از ماجرای خرداد 42 رو در نظر داشته باشیم تا زمانی که تصرف قدرت کردن. به این ترتیب هستش که بنابراین حوزه های علمی که اونها میگن همون اونی که شما گفتید حوزه های جهلی هستش. اینها در جستجوی این هستن که لشکر جاهلان، لشکر مرتجعین مربوط به اسلامگرایی و شیعه‌گری رو در واقع بسازن که این لشکر چه کار بکنه که کنترل جامعه در دستش باشه، ذهن ملت در دستش کنترل بشه. و امروز هم علاوه بر کنترل بر ذهن افراد در ذهن کنترل قدرت سیاسی رو به دست گرفتن. توسط چی؟ توسط این لشکر جهالت و نادانی. پس واقعا باید دور شد از این مجموعه فکری، مجموعه اعتقادی و مجموعه‌ای که سمبل قدرت آخوندها است، یعنی سیستم حوزوی در ایران. متشکرم. سپاسگزارم آقای جدید. در آغاز سخنتون گفتید که حوزه نجف یکی از قدیمترین حوزه هاست و در قرن چهارم میلادی تأسیس شده. من میلادی شنیدم ولی منظورتون حتما قرن هجری یا فرار محمد از مکه به مدینه است. بله بله هجری. بله. دومی که این عنوان برنامه ما همیشه هست زبان سرخ و سر سبز. دوست گرانقدر ما از ایران کامروز این تصویر رو برای این برنامه کشیده، برای ما فرستاده، از او سپاس فراوان داریم. و نکته دیگه این که جناب جدی شما اشاره کردی به پیوند حوزه و دربار سلاطین و پادشاهان به ویژه از دوره صفویه به این سو، غیر از یک برش‌های کوتاه زمانی. من اگر اجازه بدین یک دو فاکت کوتاه از همین کتاب شیعه‌گری نوشته زنداد احمد کسروی و به کوشش محمد امینی دو فاکت دیگه میخونم در از صفحه 76. میگه در جهانگشای خاقان آمده که شاه اسماعیل پس از کشتن شیبک خان ازبک به لفظ گوهربار ادا فرمودند که هر که سر مرا دوست دارد از گوشت دشمن من طعمه سازد. به محض استماع این فرمان کوشش و ازدحام جهت خوردن گوشت مرده
شیبک خان به مرتبه‌ای رسید که صوفیان دراویش، همینا که ما خیلی براشون احترام قائلیم، که صوفیان تیغ‌ها کشیده، یعنی خنجر و شمشیر کشیده، قصد یک دیگر نمودند و آن گوشت متعفن با خاک و خون آغشته را به نحوی از یک دیگر رو بودند، چنان که چرغان نوعی باز شکاری است در حال گرسنگی آهو با این رغبت به جون هم نمی افتند. اینها شروع کردن همدیگر رو کشتن. صوفیان دراویش محترم که نکنه براشون تکی از گوشت شیبک نمونه و نخورن و فرمان شاه اجرا نشه. این یکیش. بعد در پایین تر نوشته شاه عباس که او را برجسته ترین شاه این خاندان می شماریم، خاندان صفوی، رفتار نیاکان خیش را دنبال می کرد. زندخاران او به سردمداری ملک علی سلطان آدمیانی را که شاه دستور می داد با دندان تکه تکه می کردند، گوشت آنها را از یکدیگر میره بودند و آنها را زنده میخوردند. شاه عباس همه فرزندان خیش را یا کشت و یا کور کرد. خب این پادشاهان، این سلسله بزرگترین پشتیبان حوزه های جهلیه آخوندی بودند و تشیع را به زور بر مردم ایران و تا بخشی از تاجیکستان و جای دیگه تحمیل کردند. اینجاست که ما میبینیم جهالت تولید شده حوزه ها با شمشیر فرمان روایان دربار به کمک هم مردم ایران را به این روزی انداختن که ما رژیم رو هم که عوض کنیم هنوز در همون چاهیم، مگر اینکه این چاه را کور کنیم. این چاه همانا این حوزه های جهلیه است و دانشگاه های یا پادگان های تولید جهل و جاهلان. آقای وفا یغمایی گرامی در خدمت شما هستیم. درود به همیانان گرامی و درود به استادان ارجمندم جناب ایجادی و مانی. ببینید بحثی که شروع کردیم بحث بسیار گران و ارزشمندی است. به نظر من باید تا توان هست باید این رو تکوند تو زمینهای مختلف. من دیروز داشتم فکر می‌کردم به وضع ایران، زمزمه کردم که ای عشق هنگام است که لباس نفرت و خرد بر تن کنی. وقت است که عشق واقعا زره نفرت بپوشه در مقابل این آخوندهای کثیف و پست. حوزه های علمیه در حقیقت تاول های چرکینی هستند که بر سراسر ایران و خاورمیانه رویدند، پر از چرک و کثافت و تباهی. این رو باید ما باز کنیم. برای اینکه باز کنیم باید گذشته رو دید، یعنی این حوزه ها رو که جز من تاکید میکنم خطاب به ملت بزرگ ایران، هر آنچه آخوند گفته از آغاز دروغ بوده، هر آنچه از کرامات امامان و پیامبر میگن دروغ مطلق است. الان در این تجربه میکنید. ما این رو باید باز کنیم، باید باز کنیم و در برابر مردم صادقانه به تماشا بگذاریم که بفهمن. زیرا ما دچار مسمومیت تاریخی شدیم 14 قرن تمام، به خصوص 400 سال اخیر، و این روزها روزهایی است که ما این مسمومیت را حاصلش رو میبینیم. حوزه‌های علمیه در بهمن 57 حاکم شدن بر ایران. شما نگاه بکنید، نه قیافشون شبیه مردم ایران، نه افکار و اندیشه هاشون، نه لباسشون، نه حرف زدنشون، یک مش اجنبی پست بی شرف در بهمن 57 اومدن برای مملکت حاکم شدن و ایرانی رو که با عیوبش، با دیکتاتوریش، خطر تهدیدش نمی کرد. من الان از فرصت همین حوزه ها استفاده می کنم در مقدمه
ما کمر روند تاریخی مملکتمون شکست. من به عنوان کسی که زندانی شاه بود و الان حوزه‌های علمیه رو می‌بینه تو ایران، ما اگه روند تاریخیمون با همون دیکتاتوری که این آخوند ما شناخته بودیم ادامه پیدا می‌کرد، الان محمد رضا شاه عمرش تموم شده بود و در جهان مدرن ما افقی رو تجربه می‌کردیم که کسانی که هزار بار خشونتشون بیش از محمد رضا شاه بود، امثال فرانکو، تو اسپانیا دیدیم که اسپانیا به دموکراسی رسید برای اینکه کمر تاریخش رو کلیسا نشکست. ما کمر تاریخمون رو حوزه ها شکست. منتها حوزه ها این ادای چرکین ببینید، باید رفت پیشینه رو دید تا ما این تاولها رو بشناسیم. ما اگر که الان مراجعه بکنیم مثلا به مثلا حوزه های علمیه نجف، ببینید مدارسی که الان حوزه های علمیه که در نجف در دوره خمینی و خامنه ای برپاست، تا جایی که من خبر دارم و گشتم 39 حوزه علمیه است که از حوزه علمیه علوم اسلامی شروع میشه، مدرسه دینی خواهران، مدرسه عاملی ها، مدرسه سید محمد کاظم یزدی، مجدد شیرازی، شیخ انصاری، بروجردی، شوشتری، مدرسه هندی، مدرسه آخوند خراسانی، الا اینا همه حوزه است، تا حوزه کلباسی، حوزه حکیم، حوزه یزدی. اینها الان خودشون رو تالی تلو الازهر میدونن، حوزهشون میگن که ما حتی وسعت بیشتری پیدا کردیم در ایران. که قربانش برم، تعداد این کرمهای عباپوش از زمان شاه شاید 50 برابر شده. وقتی ما میخواییم اینو دنبال بکنیم، خب باید رفت دید که این کرمها، این خلاصه عقده های عفونت، این تاول های چرکینی که مغزهای ملت ایران رو آلوده کردن. شما نمونه هاشو یکی دوتاشو خوندید، باید رفت تو کتاباشون. من خوشبختانه این خوشبختی رو داشتم که دانشکده الهیات بگذرونم و با این شوخ میوخ این کتاباشون واحد های درسی ما بود. استبصار کتابش شیخ طوسی، نمیدونم کتاب علامه هلی، و چرندیات اینها رو شنیدیم و مقداری حس کردیم تا موقع خودشون اومدن سر کار. ببینید اینها، اگر ما پایه های حوزه علمیه رو بخوایم، من خطاب به مردم ایران واقعا روشن، ما این امکانی رو که داریم به عنوان انسان های دردمندی که عشقمون ایران و ملت ایرانه در طبق اخلاص گذاشتیم، از هیچ چیز نمی ترسیم. ببینید مشکل حوزه علمیه از شیخ طوسی شروع نمیشه که میگن اولین بانی حوزه علمیه بود و اون مزخرفاتی که این به اصطلاح شیخ سرهم کرده، و واقعا وقتی آدم میخونه شاخ در میاره. مثلا میگن حوزه علمیه، شما به درستی گفتید حوزه جهل. میگن یک کتابی، یک شعری داره امیدی تهرانی، شاعر عصر شاه عباس، که در مورد نمیدونم کی گفته، شاید علی، کتاب فضل تو را آب بر کافی نیست که سر کنن سرانگشت و صفحه بشمارن. باید گفت خطاب به آخوندها، کتاب جهل تو را، کتاب ظلم تو را، کتاب ننگ و کثافت تو را آب بر کافی نیست. شما از آغاز این چنین بود. ببینید از صدها هزار حدیثی که اینا گفتن، نخست من روی این تاکید بکنم، ببینید این حضراتی که میگن ما برترین هستیم، دو تا از این بزرگان مذاهب اهل سنت، اینا زمان امامان شیعه زندگی میکردن، زمان امام جعفر صادق، تره خورد نمیکردن براشون. ما الان در جهان 450 میلیون نفر حنفی داریم، 350 میلیون نفر شافعی داریم، 150 میلیون نفر مالکی داریم و 50 میلیون نفر حنبلی، یعنی حدود 1 میلیارد نفر چهارشاخه اهل سنتن. منظور تایید اینها نیست. من به عنوان انسان سکولار معتقدم دین باید بره دنبال کارش. تو گنجینه خصوصی مردم هر کی دوست داره امام ابو حنیفه رو دوست داشته باشه، دوست داشته باشه. ولی حق ندارند این آیین‌ها رو بیارن داخل قوانین مملکتی که پوست ملت بکنه. ولی در مقابل اینها سوال اینه،
نخست این سوال ملت ایران بذاره جلوی آخونده. اگر این همه حوزه های شما، آخونده های شما، امامان شما برحق بودن و این مزخرفات و چرندیات جهلی که میگید که مثلا لقب امام صادق رو پیغمبر مرد و بعد از 200 سال بعد این به دنیا اومده لقب داده، در حالی که این لقب رو منصور عباسی داد به صادق به خاطر اینکه ترسیده بود که رهبری جنبش ابو مسلم خراسانی رو به دست بگیره. جاسوسان خلیفه بهش خبر دادن که موقعی که ابو مسلم نامه نوشت با ابو سلمه خلال که آقا جان زمینه آماده است، شما بیا رهبری رو دست بگیر، گفت نه تو از مایی نه ما از تویی، به شدت ترسید. و این جناب امامی بود که در زندگی زمان 10 خلیفه عباسی پدر حوزه‌های علمی است، امام جعفر صادق، امام محمد باقر، پدر راستین تئوریک حوزه‌های علمیه. امامان شیعه هستند که البته خودشون که مرده بودن ولی از اونا استفاده کردن. آقا سوال اینه که 10 تا خلیفه عباسی در زمان زندگی تو حکومت کردن، چطور شد نکشن تو رو؟ اموی، 10 خلیفه اموی آخر، به خاطر اینکه مبارزه نمی کردی، در حالی که در کنار او فرزندان دیگه زیدیان، دیباج، اینها می جنگیدن، اینها انسانهای میانه رو بودن و فقط مشغول کار فرهنگی بودن و این کار فرهنگیشون بعدا ریخت جیب حوزه علمیه. ما باید از اینجا شروع کنیم، یعنی این که آقا جان این آخوندی که 10,000 حدیث رو از قول امامان شیعه بیان میکنه که اینا علم اولین و آخرین داشتن، سوال اینه وقتی که نگاه میکنیم از حسین به بعد، حتی زمان معاویه، حسن حسین 100,000 درهم و دینار از میگرفتن از بیت المال و سکوت کرده بودن. بعد یه ماجرا اتفاق افتاد، جنگید. بعد از حسین امامان شیعه تا آخرینشون کاملا دنبال خمس و زکات، پراکندن حدیث و این چیزها بودن، زندگی خیلی معمولی و راحتی داشتن و این چرندیاتی که آخوندا میگن آقا معصوم شد جز مزخرفات چیزی نیست، برای اینکه ابو مسلم رو میکشن، بابک رو پوست میکنن. در زمان امامان شیعه پدران حوزه علمیه، من عمدن رو این تاکید میکنم که ما حوزه علمیه رو وقتی میخوایم بشناسیم ما ریشه هاشو باید بفهمیم. اینا تمامشون دور از هر جنبش و شورشی بودن. در هنگامی که ایرانیان 100 شورش و انقلاب علیه حکومت عباسی رو انداختن، چه میکردن امامان شیعه پدران حوزه علمیه؟ امام رضا به عنوان ولیعهد مأمون عباسی کنترل کننده شورش مردم بود. امام محمد باقر میرفت به دربار خلیفه روزهای جشن. امام جعفر صادق دوست بود با منصور عباسی. امام سجاد خبر میداد به گفته احمد الکاتب به سیستم جاسوسی یزید، هر کی جیک میزد تو مدینه میگه آقا کاری نکنی تا موجب کشتار میشه. اینها بودن. ما با ملتمون باید راحت صحبت بکنیم. حصار تقدس رو باید پاره کرد. اینا انسان ها عادی بودن که آخوندها اینا رو سر ما ریختن به حوزه های علمیشون رو انداخت. پس نقطه‌ای که من تاکید میکنم قبل از همه چیز، پایه های حوزه علمی، یعنی 12 امام شیعه رو که آخرش به خودشون مربوطه، باید زندگیشون رو بررسی کرد، احادیثشون رو خوند. جناب شیخ طوسی رو مثلا هنرش اینه که آقا شیخ الطائفه، اگر زن و مردی در سفر بودند، زن مرد، مرد آیا میتواند همسر مرده خودش رو غسل بده یا نه؟ و من این احادیث رو تو دانشگاه خوندم، بعدش هم خروارا کتاب خوندم. یا از امام پرسیدن پرستو را میشود خورد؟ امام گفت آره اشکال نداره بخورید. اینا علمای ما هستن. آخه انسان برای خوردن پرستو یا غسل زن مردش نیاز داره به علم شما؟ این حوزه های علمیه. میگم فلج کرد، شما موشک اختراع کردید، دارو اختراع کردید. لطفاً هم میهنان بروید و کتاب ها رو بهار الانوار رو بخوانید، کتاب طوسی رو بخوانید، کتاب ببینید چقدر اینا مزخرف سرهم کردن و ما تو مدار جاذبه و تقدس فلج شدیم. خب از اینجا ما باید بیایم جلو. این که حوزه علمیه رو شیخ طوسی قرن چهارم درست کرد، زمانی که درست فردوسی در حال سرودن شاهنامه بود و داشت سند هویت ملی ما رو خلق میکرد، این جناب با چرندیات خودش شروع کرد به پرت و پلا نوشتن. ولی در دوره سلطان محمود غزنوی که خودش حنفی بود
و به قولی 50,000 بددین رو بردار کرد، صحبت از حوزه علمیه و هارتفورت شیخ طوسی و آخوندهای همترازمون جز دروغ و چرند بیش نیست. برای اینکه این انگشت در جهان کرده بود و بددین جستجو میکرد. حوزه‌های علمیه رو اگر ما بخوایم ریشه‌های راستینش رو پیدا بکنیم، باید از اون دوران عبور بکنیم، برسیم به دوره‌ای که شیخ صفی الدین اردبیلی به مدد لطف کشتار مغول‌ها و پاسیف شدن مردم، یک ملای شافعی که با صحبت کرد در موردش، نخستین سنگ بنای حوزه‌های علمیه و تشیع رو اون کوبید. برای اینکه حوزه علمیه خودش زاده تشیع هست، خودش مبنا نیست. مبنا پایه‌ای است که از زمان امامان شیعه شروع شد، زمان امام موسی کاظم اوج گرفت و بعدم اون چهار شیخ و حقه‌بازی که اومدن نواب عربه. شوخی که نداریم که دو قرن 21 دنبال این هستیم که یک بچه‌ای که تو چاه رفته بیاریم بیرون، جهان نجات بده. رئیس جمهور مملکت جناب احمدی نژاد معتقده، خامنه‌ای معتقده مملکت شده مملکت امام زمان. پایه رو باید دید. تو این پایه نخستین سنگ بنای حوزه‌های علمیه رو ببینید مغول‌ها گذاشتن و تیموریان. این رو من تو بخش بعد اشاره خواهم کرد و در برنامه‌های بعد دنبال خواهید کرد. اجالتاً من به همه از اتفاق می‌کنم. سپاسگزارم آقای یغمایی گرامی. براسته که در این زمین‌ها اینقدر گفتنی هست و بسیار هم نوشتند و گفتند که آدم نمیدونه از کجا باید آغاز کنه به کجا برسه، چون این یک دریای مرده از نادانی است که به جای آب و امواج درش قیر هست و نادانی، و هر کس درش بیفته دیگه نمیتونه شنا کنه، نمیتونه بیاد بیرون. دریای تشیع رو دارم میگم. و من هر کتابی رو که در این زمینه هست ورق میزنم به داستانهای شگفت‌انگیزی برمیخورم که اصلا براستی من که شاید عقل ندارم، ولی میگن عقل از سر آدم میپره. موقعی که امام حسین داشت به مکه یا به یمن میرفت، حنیفه اومد گفت که نرو، گفت نه میرم. گفت حالا که داری میری چرا زن و بچه تو با خودت میبری؟ گفت برای اینکه میخوام خدا الله زن و بچه من رو سیر ببینه. یعنی خدای دیوانه تنهای بیکاری نشسته اون بالا منتظره که حسین با زن و بچهش بره به یمن یا به کربلا که رسید اون سیر اینا رو ببینه. خب در همون جایی که هست میتونه ببینه، لازم نیست که این آدم حرکت بکنه. من نمیدونم که توده های وسیع یک ملتی که کهنسال است، دانش آموخته است، فلسفه داشته، ادبیات داشته، جهان نگری داشته، اخترشناسی داشته، چگونه به این مسائل باور کرده؟ حالا شما بگید باور نکرده. من میگم پس این سیستم رو، این آخونده رو کی تغذیه کرده، سرپا نگه داشته؟ اگر اکثریت توده های ایران دنبالش نبودن و پشتیبان اینها نبودن. حالا جالبه اون دوستانی که زن، مرد، جوانان به ویژه بیدار میشوند یا بیدار شده اند، از خودشون شگفت زده میشوند. مثل کسی که مثلا به ناگهان خودش رو در یک آینه میبینه و میبینه که شکل دیگریست، آدم دیگریست. از خودشون شگفت زده میشوند که چگونه باور داشتند تا همین 2 سال پیش و 10 سال پیش و 15 سال پیش. با این همه به جهان روشنایی خوش آمدند. اینها باید شمارشون اونقدر زیاد بشه که آخوندیسم دامنی برای نشستن در اون دامن نداشته باشه، خانی برای چریدن از اون خان نداشته باشه، و جایی در میهن اهورایی ایران برای زیستن نداشته باشه. و این اتفاقی است که خواهد افتاد، چه ما باشیم چه نباشیم، زودتر یا دیرتر اون رو جامعه ایران به موقع انجام خواهد داد. و
تنها راه رهایی مردم ایران از دست این شبکه مافیایی و هولناک و برآمدن از اون دریای قیری که درش افتاده اند این هست که نخست ذهن خود را از اون قیر و از اون جهالت پاک کنند. و امروز زمانش هست، امکانات چم هست، هم دانش هست، هم اینترنت هست، هم رسانه‌های آزاد هستند و هم خود جوانان و مردم ایران رسیدن به نقطه‌ای که آغاز اندیشیدن است. آغاز اندیشیدن یعنی آغاز تغییر تاریخ ایران به سوی روشنایی، دستکم برای نسل‌های پس از ما، های اجاده ایران. بله دوستان گرامی، بله بله بله، بسیار عالی. و هر نکته‌ای که در اینجا واقعا مطرح میشه خودش یک بحث مفصلی رو میتونه در پی داشته باشه. و من هم به نوبه خودم به همه بینندگان عزیز توجه میدم که این مطالب رو، این گونه برنامه ها رو ببینند و بی دیگران بشناسانند. و شماهایی که میبینید و از خودتون نوشته هایی در پایین هر کدوم از این فیلم ها میگذارید، بسیار متشکریم. ما اونها رو نگاه میکنیم و نگاه خودتون رو بدید، نه صرفا درباره برنامه ما، بلکه در ضمن از تجربه خودتون در ارتباط با فروریزی مذهب در محیط خانوادگی خودتون از زمان انقلاب تا امروز مقایسه بکنید، ببینید که در درون خانواده هاتون اون زمان چه تعدادی به اصطلاح حامی خمینی بودند و امروز ضد خمینی هستند. اون زمان چه میزانی طرفدار شیعه‌گری بودند، امروز چه میزانی از این افرادی که به اصطلاح معتقد به شیعه‌گری بودند از اون مذهب دور شدند. از این تجربه های خودتون بر ما بگویید. ما نیازمندیم که بدانیم که چگونه این ماجراها اتفاق میفته که ذهنی روشن میشه، که یک گسستی در ذهنیت ها به وجود میاد و متوجه میشن که این ایدئولوژی یک ایدئولوژی اهریمنی هست، یک ایدئولوژی زشت. کدام ایدئولوژی؟ ایدئولوژی در درون قرآن، ایدئولوژی در درون روایات، ایدئولوژی در درون رساله های عملی آخوندهای بزرگ و حوزه هاشون. این بسیار مهمه، بر ما بگویید، خواهش میکنم. ببینید مسئله این استش که بله دوستان مطرح کردن و حق با اونها هست. ببینید شما یک لحظه برید نگاه بکنید گات ها رو، خیلی مفصلم نیست، نگاه بکنید گات های زرتشت رو و بلافاصله مقایسه بکنید با قرآن. دو دنیای گوناگون متفاوت و متضاد رو میبینید. در یکی مانند گات ها آرامش هست، دیالوگ و گفتگوی با بین اهورامزدا و افراد هستش و یک فضایی هستش که فضایی آرامش بخش است. کسی رو تهدید جانی نمی کنه. حال بیایی در درون قرآن، فضای خشونت، فضای جنگ، فضای دیگر کشی، ضدیت با عقل و خرد، دوتا پراتیک گوناگون از اینها گرفته میشه. پس بنابراین شما ایرانیان به تاریخ خودتون رجوع بکنید. این تاریخ دارای افتخاره، باید به اون افتخار کرد، نه اینکه در اون تاریخ بمانیم. ولی ببینید پدران و مادران ما در گذشته‌های دور در چارچوب این سرزمین ایران زمین که بخشی از اونها ایران امروز ما هست، ولی همچنین افغانستانی های عزیز، تاجیک های عزیز و فرای این مرز و بوم های کنونی، کسانی بودند که دارای فرهنگی بودند بسیار مترقی بوده نسبت به آنچه که اسلام در لحظه تولد خودش به بار آورده است. به شما میگویند که اسلام در اون لحظه بسیار مترقی بود. به هیچ وجه گول نخورید، در همون لحظه آغازینش در درون قرآنش که در اون لحظه
پرداخته نشد طی قرن‌های مختلف در واقع پرداختنش، ببینید که دارای چه انحراف و دارای چه ارتجایی بود. اونو مقایسه بکنید با دو سیستم سیاسی بزرگ، روم، امپراتوری روم که به دنبال در واقع امپراتوری یا به هر حال سیستم نه امپراتوری بلکه سیستم یونانی هست، و از سوی دیگه سیستم شاهنشاهی در ایران. تمدن ایرانیان بسیار برجسته بوده. شماها به چه خاطر حال نسبت به این دین، این در واقع سیستم جاهلانه، این سیستم خشونتبار اتکا میکنید و اون رو مقدس میدانید؟ دوستان عزیز من، به خود بیایید. ما دارای تمدن بزرگی بوده ایم و خارج از این دین بوده ایم و امروز هم در جهان همون تمدن راجعش صحبت میشه، و تمدن هایی که در طول تاریخ به وجود آمده و از جمله تمدن دموکراسی، تمدن آزادی، تمدن حقوق بشری که امروز وجود دارد. حال اگر بنابراین خواست و نیازهای ما در چارچوب اون تاریخ و امروز جهان مترقی هست، شما به لحظه می روید در درون قرآن، یا می روید در درون حوزه ها، یا می روید در درون روایات، یا می روید در درون چی؟ رساله های عملیه. به چه خاطر کسانی هستند که خود رو طرفدار فلان آخوند بزرگ می دانند و در واقع مرجع تقلید برای خودشون تعیین می کنند و این رو یک وظیفه می دانند؟ مرجع تقلید، شما از چه کسی دارید خود واژه تقلید جز قلاده بستن به گردن خود چیز دیگری نیست. انسان که بالغ شده احتیاجی به تقلید نداره. تقلید یعنی پیروی کورکورانه، هر چی که اون آخوند میگوید شما باید اجرا بکنید. و سیستم آخوندی است در درون شیعگری، به عنوان نمونه خدمتون عرض بکنم، گفته می شود که آیت الله عبدالکریم حائری یزدی، در واقع یا به عنوان شیخ عبدالکریم حائری یزدی، مؤسس حوزه علمیه به اصطلاح جهلیه یا به قول اونا علمیه قم بوده. این فرد از مجتهدین گردن کلفت و مراجع تقلید بوده که در سال 1267 متولد میشه و در 1000 چند سال دیگه برهان میمیره. ولی این رو توجه بکنید، این بابا در عرضم حضورتون که نزد میرزای شیرازی در سامره میره درس یاد میگیره و پس از اون میاد میره در نقاط دیگه باز دوباره درس ها. درس های چی؟ درس های فقهی. خب تبدیل میشه به کسی که در واقع در جستجوی این هستش که این حوزه قم رو مجدداً به پا بکنه، سر سامان بدهد. چه چیزی این فرد داره؟ ببینید امروز وقتی ما نگاه میکنیم این فرد که به عنوان یک مجتهد بزرگ هست، مجتهد یعنی بالاتر از مجتهد چیز دیگه شما ندارید. مثلا کتاب نوشته این بابا، کتاب راجبه چی نوشته؟ دقت بکنید، به این ترتیب مجتهد میشن. کتاب الصلات درباره نماز نوشته، یک کتاب قطور نوشته راجع به نماز. شما یه لحظه فکر بکنید که انسان مدرن امروزی احتیاج به دلا شدن‌های در برابر یک الله ستمگر و آدم کش داره که این یک کتاب قطور درباره نماز نوشته که انسان‌ها را از خرد خودشون دور بکنه. یک کتاب بزرگ دیگه نوشته درباره چی؟ درباره مسائل فقهی مانند ارث، یعنی همون ماجرای توجیه کردن اینکه چرا دختران باید نیم پسران ارث ببرن، همون مزخرفات. درباره چی؟ درباره احکام شیر دادن. درباره چی؟ درباره ازدواج. درباره چی؟ درباره طلاق. دنیای مدرن مگر احتیاجی به این خزعبلاتی چنین آدم هایی دارد؟ مادران مگه خودشون قادر نیستن که شیر بدهند و بدونن چگونه باید شیر بدهند؟ این فرد جاهل مرتجع کتابی می نویسه برای اینکه چجوری زنها شیر بدهند
و وقتی که شما نگاه میکنی فصل‌هایی از کتاب‌های این گونه افراد راجب چیست؟ راجب نجاسات. راجب چیست؟ راجب سگ و حیوانات دیگر. راجب چیست؟ راجب اینکه چگونه بروید در درون توالت، اول کدوم پا رو بذارید بعد کدوم پای دیگر رو بذارید. این چنین است عزیزان من. ببینید که تا چه میزانی اینها مرتجع هستند. شما احتیاجی به مرجع تقلید ندارید. بگویید به خانواده هاتون، بگویید به خویشاوندانتون که از درون این مذهب شیعه بیرون بیاین. شیعه‌گری یعنی بندگی انسان ها. به این ترتیب هستش که شما میبینید که ما اگر تازه این ماجراها رو میسازن برای منکوب کردن خرد. کسی که در درون شیعه قرار دارد از خردمندی دور است در درجه های گوناگون. ممکنه بگید که معتقده، ولی که عملا ذهنیتش ذهنیت نوع در واقع سکولار داشته باشه، بله. ولی اونایی که میکسبن، اونایی که بر خودش مرجع تقلید تنظیم میکنن، اینها در نادانی قوته بر هستند. و بعداوه سیستم شیعه نه تنها ایدئولوژی بندگی انسان ها هستش، بلکه در ضمن شما توجه کنید بر اساس و بر اتکای بر قرآن و غیر ذلک، اینا یک سیستم مالیاتی جدای از سیستم های مالیاتی رسمی به وجود آوردن. یعنی دوشیدن ملت. یعنی چی؟ یعنی زمانی که میگوین واجب هست که شما خمس و زکات بدهید، شما در کشوری هستید که دارید مالیات میدید به اون دولت اون کشور، در ضمن مجبور هستید یک سیستم مالیاتی دیگر رو نیز تحمل کنید. یعنی چی؟ یعنی وقتی اینا میگن واجب هست باید بدید، این فرق میکنه با کسی که شما برید کمک بکنید به یک نهادی، کمک بکنید به یک فردی بر اساس خاص خودتون، بر اساس حس انسانی خودتون. اینجا میگه واجبه، یعنی اگر امر و رعایت نکنی گناهکار ترقی میشی. پس حالا این امر خمس و زکات به چه کسی باید داد؟ به دربار آخوندها؟ به حوزه ها؟ به این آخوندهای گردن کلوکت مفخور؟ به اینها باید این پول رو بدید؟ پس بنابراین از یک طرف پول شما رو میگیرند، از سوی دیگه خرد شما رو نابود میکنند. آخه این چه معامله هستش که در این جهان دارید با خود میکنید؟ در این جهان جهان دیگری نیست، همین جهانه. بهشت و دوزخ ما اینجاست. دوزخ ما وجود آخوندها دوزخ ماست، وجود استبداد دوزخ ماست. و بهشت ما هم زمانی هستش که به آزادی برسیم، زمانی هستش که آخوند بر ذهن ما آقایی نکند، که این حوزه ها بر تمام حیثیت ما سنگینی نکند. و به این خاطر هستش که ما یک وظیفه بزرگ و سترگی داریم و این هستش که مبارزه بکنید. علیه چی؟ علیه اسلام، علیه قرآن. برای چی؟ برای اینکه فرهنگ برجسته‌ای رو بهش برسید، فرهنگ آزادگی، به فلسفه، به هنر. الان دارم راجع به هنر صحبت کردم. همین دوست عزیز ما وفا یغمایی هنرمنده، شاعره، در کنار تخصصهای دیگرش. شما آیا در درون قرآن شما تشویقی برای کار شاعری میتوانید بیارید؟ به هیچ وجه. برای مجسمه سازی، برای نقاشی تشویق شاعران استاد وجود داره در قرآن. میگه و شعرا یتبعهم القاوون، به درستی که شاعران را گمراهان پیروی میکنند. بله بفرمایید. بله بله. و به این ترتیب هست شما هیچی در درون اسلام به عنوان پدیده مثبت ندارید. اگر توهم دارید توهم را رو بشکنید و به کنار بگذارید. تمام تاریخ ما ایرانیان رو در ارتباط با اسلام ارزیابی بکنید. چه چیزی مثبت این اسلام و این شیعه‌گری برای ایرانیان و تاریخ ایرانیان و فرهنگ ایرانیان به وجود آورده است؟ چه چیزی به وجود آورده است؟ جز سقوط، جز پستی، جز دروغگویی، جز تقیه و دروغ بازی های گوناگون. اینها هستش میراث اسلام برای ما. اونجایی هم که میگوین
به اصطلاح تمدن اسلامی و هنر اسلامی، اینها دروغی بیش نیست. این رو من فکر میکنم در یک برنامه دیگری به شکل گسترده میتوانیم بشکافیم. پس بنابراین اسلام چیست؟ اسلام در آخوندها خلاصه میشود. این آخوندها، این آخوندها کی هستن؟ خمینی، خمینی شما خوششون میاد امروز یا بدتون میاد؟ خب این خمینی مانند این خمینی کی بوده؟ علی ابن ابی طالب بوده، پیامبر اسلام بوده. اینها عین هم هستن. رئیسی امروز همون مانند علی ابن ابی طالبه، در زدیتش با دیگران، در کشتاری که کرده، و به این ترتیب هستش که اون امامهای آن زمانی و آنچه که ما امامهای این زمانی داریم، اینها از یک مایه هستن، هم جنس هستن عزیزان من. و تمام ماجراهای مربوط به برحال امامان برای جامعه ایران در طول تاریخ جز منبعی برای چاپیدنی بیشتر، امام رضای این شیعیان که ولیعهد یک خلیفه عرب بوده، جز چپاول ثروت ایرانیان کار دیگری برای ایرانیان کرده است؟ هرگز، هرگز. از عبدالعظیمش بگیرید، از نمیدونم معصومش بگیرید، همه و همه امامانی هستند در جهت کوری ما، در جهت مفخوری که در طول تاریخ صورت گرفته. بابا میگوید توهین نکنید. به چه چیزی توهین نکنید؟ قرنها هست که اسلام و شیعه‌گری به شرافت ما، به کرامت انسانی، به آزادی خواهی ما توهین کرده است. کسی که اسلام رو قبول داشته باشد، این توهین به شرافت انسانی هست. عزیزان من، شما اگر مخالف کتاب نبرد من هیتلر هستید، زیرا در اونجا فرمان به کشتن بخشی از انسانها رو داره میده و برخورد نجات پرستانه داره، همین ماجرا به شکل مهیب ترش در درون قرآن و در درون این رساله های گوناگون آخوندها هستش و فتواهای اونها هستش. عزیزان وحشت نکنید اگر به شما حمله میکنن، محکم باشید. ممکنه به شما بگوین اسلام ستیز، خب بگوین. شما واژه ستیز رو ممکنه قبول نداشته باشید، خوشتون نیاد، بگویید مبارزه میکنیم. اهل مبارزه، اهل نقد، اهل دقادی کردن این نظام اهریمنی هستید. پس بنابراین خوشبختی ما اون زمانی میتواند پررنگتر واقعا بشود که ما ذهنیت آزادی داشته باشیم و بند عجیب و غریب و در ذهن محکمی که بر ذهنیت ما بسته شده است، همانا اسلام و شیعه‌گری است. پس بنابراین بیاییم همگام هم باشیم، بیاییم در واقع به هم دیگه کمک بکنید. ما و شمایی که در واقع این ایده های ما رو کم و بیش میپسندید و تمام کسانی که در جامعه ما دارن روش میکنن، ناباور شدن و از درون شیعه‌گری بیرون آمدن، ماها بیش از پیش داریم زیاد میشیم، داریم روش میکنیم. این بیان امید ما هستش نسبت به 10 سال پیش، نسبت به 30 سال پیش، نسبت به 40 سال پیش. کسانی که در برابر اسلام و شیعه‌گری قرار گرفتن زیاد شدن، بسیار گسترده شدن. پس اینها سرمایه های جدیدی در این جامعه هستند که میتوانند آینده بهتری را برای این مملکت فراهم بکنند. متشکرم. جناب ایجادی، اشاره کردید به گاتاها. حافظ میگه از آن به دیر مقانم عزیز میدارند که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست. این آتش اشاره به در واقع دین و فلسفه زرتشت و زرتشتیان هست. این آتش روشنایی بخش است، گرما بخش است، پاک کننده است. اما از این که بگذریم، ما یک شانس بزرگی هم داشته ایم. این شانس که پنهان و نامرئی در خانه های ما، در ذهن و ضمیر ناپیدای ما، ناخودآگاه ما ذخیره شده، باقی مانده است و پرچم نجات ماست و اون ایران دوستی و ایران گرایی است.
این در میان ایرانیان زنده مانده، گرچه مانند خاکستری روش گرفته، اما این هنوز آتش زیر خاکستر است و امروزه این آتش داره گل میکنه، خودش رو نشون میده و اون خاکسترها رو داره در ابعاد وسیع کنار میزنه. بنابراین ما باید شادمان باشیم که یک سره مسلمان نشدیم، نمیتوانستیم بشویم، برای اینکه قدرت فکری ما، سابقه ما بسیار بیشتر از اسلام و اسلامیون بود و هست و همین بقایای یا گنج پنهان اندیشه های ایرانی و هویت ایرانی در بین مردم ایران به زودی تکلیف رو یک بار دیگر در ابعاد وسیع روشن خواهد کرد. آقای یغمایی گرام، ببینید نکات زیادی گفته شد و نکات بسیار زیادتری مونده. ما باید واقعا بشکافیم این قضیه. یعنی من بازم تأکید میکنم که توجه داشته باشن مردم گرامی ایران، آخوند و حوزه علمیه زاده ریشه هاست، یعنی پایه های اصلی. اسلام زاده آخوند نیست، اسلام شیعی، آخوند هست که زاده اسلام شیعی است. ما در این با ملتی صحبت میکنیم، ملت بزرگی که 43 ساله اگر ما در خارج کشور متاسفانه به دلایل زیاد مجبور شدیم که چند هزار کیلومتر دور از ایران باشیم و در اینجا درد مردم رو شاهد باشیم و پس از اینکه خودمون سالها بالاخره مبارزه کرد، ولی مردم به صورت عملی تئوری هایی که ما بیان میکنیم عملی دارن میکشن، میبینند هر روز صبح با نان، با آب، با گوشت، با ضرب و شد. ما کاری که میکنیم میخواییم این رو از ابهام فقط بیاریم بیرون. چیزی رو که شما ببینید تشیع همینیست که دارید میبینید. 43 ساله حال مهندس مذهبی یقه پاره بکنه، فلان رهبر گروه سیاسی هنوز ندای یا عباس بکشه، تاریخ در حال چرخش. بدبختی اینها اینه که بدبختی که البته خوشبختی ملت ایران، در این چرخش فقط جمهوری نکبت خمینی ساخته به زباله‌دان نمیره. تمام کسانی که مشروعیت سیاسی و ایدئولوژیک خودشون رو از این آیین میگیرن به زباله‌دان خواهند رفت. البته من تاکید میکنم در یک حکومت سکولار و دموکرات و آزادی‌خواه احترام به عقاید شخصی مردم وجود داره، مردم که نمیشه کشت، ولی تاریخ داره جلو میره. بنابراین ما اگه چیز توضیح میدیم شما دارید میکشید. این همه نکبتی که واقعا توی مملکت فرو ریخته حاصل آخوند هست، حاصل شیعه آخوند هست، حاصل حوزه علمیه هست و ما پایه ها رو میخواییم روشن بکنیم. این حقه بازی رو که اینا رو انداختن که آقا جان ما اونو میدونم علی خداست، تعداد شیعیان علی نمیدونم از تعداد ستارگان آسمون بیشتره. آخه یه مقدار ما تاریخ رو بخوانیم، این مزخرفاتی که آخوند میگه یه مقدار ما تاریخ ببینید راستگو صحنه میز تاریخ رو نمیشه حق بازی کرد. باش دوازات امام شیعه من تاکید کردم پدران حوزه علمیه علم کردن که آقا همه کشته شدن، همه مبارز بودن. ببینید به جز علی که خلیفه بود و امام بود برای آخونده و ایران مستعمره اون بود، شوخی که نداریم که. آیا با آمدن علی ابن ابی طالب که این همه آخوند هزاران حدیث ازش بیان میکنه، علی که اومد ایران رو آزاد کرد، ملتی که 1500 سال تاریخ داره گوه آجون دیگه برده نمیگیریم از تون مالیات ندید، هیچ چیزی تغییر نکرد. دوره حکومت علی دوره جنگ داخلی بود و از 4 خلیفه هم 3 تاشون کشته شدن، خودش نشونه تضاد هاست. بعدش هم من اشاره کردم آخه تک تک زندگی پدران و حوزه‌های علمیه رو لطفاً بررسی کنید. لطفاً من تأکید میکنم بروید بخرید احادیث امام محمد باقر رو بخوانید ببینید چند درصدش به درد زندگی میخوره.
این مبانی است که هزاران هزار آخوند مفخور گردن کلفت جنایتکار شیعه عصای دستشون از شیخ طوسی گرفته که هنرش اینه که آقا پرستو رو میشه خورد یا نخورد، زن آدم اگه مرد میتونی از رو لباس غسلش بدی، یعنی ممکنه که مرد تحریک بشه، یا بچه کوچیک روزه بهش واجبه یا نه، گفته اگه طاقت داشته باشه روزه بگیره. برید بخونید، یک کلمه حرف حساب توش نیست. تا نمیدونم بریم به احادیث خود امام جعفر صادق، من اشاره کردم لطفاً بخوانید امام محمد باقر، بخوانید یک کم بیاندیشید. میگن 60,000 حدیث از خودش باقی گذاشت امام صادق، همینطور امام موسی کاظم رو که 300 تا کنیز غلام تو خونش بود و سیستم خمزکات، تا امام بعدی امام جواد که حتی دستور ترور کسانی که خمزکات خورده بودن صادر کرد، تا آخر، تا بدونید که آجون بیرون از مدار جاذبه اینا انسان‌هایی بودن داشتن زندگی می‌کردن. آری تحت ستم عباسیان هم تا حدی بودن، ولی امامان اصلی شیعه ببینید زندگی راحتی داشتن. آقا چسبیدن که همه مسموم شد تا آخری. و بریم مثلا، من تاکید میکنم مثلا یه نمونه ای که من اشاره کردم در مورد امام جعفر صادق، شما نگاه بکنید، این پدر بزرگ حوزه علمی ماست. سوال این الان رو میز اومده که چرا ایشون جنبش رو در دست نگرفتن، در حالی که رهبر نیروهای هزاران نفر بود. حال وقتی اصل رو میخونیم میبینیم که ایشون میگویند که آقا یه نفر بهش میگه که ببینید هزاران هزار نفر پیرو شما هستن و چرا دستور نمیدید که قیام بکنن و جنبش رو رهبریش به دست بگیرید. ایشون میفرمایند، ببینید این جمله رو میخونم، در مواجهه با سدیر که دستور داده بوده که بیایید رهبری رو بگیرید، میگه که هنگامی که سدیر به خیال خود تعداد دوستان و شیعان امام را 100,000 یا 200,000 و بلکه نصف جان تخمین زد و از امام علیه السلام به جهت عدم قیام با وجود این انتقاد کرد، امام گله گوسفندی را به اون نشان داد و به او فرمود اگر شمار یاران و پیروان من به تعداد گوسفندان این گله بود ما بر جای خود نمی‌نشستیم. سوال اینه آقا جون، شما که میگید که همه عالم شیعه گرفته، خود امام میگه تعداد پیروان من به اندازه این گوسفندم نیست، زمان خودمون 20 تا انشاب شد، لطفا انشابا رو بخونید. مردم دنبال اینا نبودند، آخوندا ما رو گول زدند، یعنی جعل کردند اینها رو، در حالی که خودش داره میگه که تعداد نفرات من اگر بنزه گوسفند بود من قیام میکردم. آخون میگه حال نامه ابو مسلم و ابو سلمه از رهبران قیام به امام صادق علیه السلام به قول آخونده، اینا بهش مینویسن که رهبری قیام به عهده بگیره با عناوینی همچون امین آل محمد، امیر آل محمد، صاحب الدوله و صاحب الدولت دوله، اون رو میخونن که آقا جون بیا رهبری به دست بگیر. ولی ایشون میگه به عربیش، حالا من انی قد اظهرت الکلمه و دعوت الناس عن موالات بنی امیه الی موالات اهل بیت، میگه که من خلاصه آشکار کردم کلام خودم رو که مردم از بنی امیه بیان به طرف اهل بیت و مردم رغبت دارن و شما بیایید این ولایت رو بپذیرید. بعد امام علیه السلام در پاسخ او چنین نگاهش، ما انت من رجالی و لا زمان و زمانی، لا از زمان و زمانی، تو از مردان من نیستی و زمان هم زمانه من نیست، یعنی اهلش نیست. ایشون خلاصه رد میکنه جنبش رو، چون دنبال زندگی بود، زمان 10 تا خلیفه زندگی خودش رو داشت، عمرش هم نسبت به عمر اون روزگار خیلی عمر مناسبی بود. این پایه هاست. ولی ببینید دوستان گرامی، من اشاره کردم این بحث رو تو برنامه آینده من دنبال خواهم کرد در کنار دکتر یادی و مانی گرامی. ببینید تشیع رو، این حوزه ها رو مغول ها و تیموریان ساختند با یاری رساندن به شیخ صفی الدین اردبیلی، که خودش بحثی است دقیق که باید واردش شد، بحثی است که بسیار جنجال برانگیزه.
در تاریخ که سیستم به اصطلاح زمینه کاری من هست، ادوارد براون، والتر هینز و امثال اونها مثل لورد استانلی و چارلز گریم میگن که این برآمدن صفویان یک ضرورت تاریخی است برای وحدت ملی و خوبه. تعدادی از محققان شوروی مثل پتروشفسکی و پیکلوسکایا و دیگران عقیده دارن که دولت قزلباشان یک جنبه عادی و استمرار طبیعی حاکمیت قوم ترک در ایران بود. نویسندگان معاصر ما نظرات مختلفی دارن. مثلا قزلباشان در دوره صفویه، جناب دکتر امیرحسین خنجی دقیق خیلی خوبی داره. عده‌ای از بزرگان قدیم مثل جناب فضل الله روزبهان خنجی و شرف الدین بدریسی میگن بدترین بلایی که بر سر ایران اومد پدیده قزلباشان صفویان بود. حالا در دوره کنونی هم که اصلا صفویه یک نعمت الهی، اصلا آخوندان کلی به سرا بهبه و چهچه میکنند و شریعتی و این هم که از زیرش در رفتند. ولی ببینید ما وقتی که مثلا بریم از کتابهای مزخرفی که همون دستندرکاران درون دربار مثل حیب و سیر قیاس الدین خانمیر، فتوحات شاهی، ابراهیم امینی و بقیه کتاب های همسانیم بگذاریم، میرسیم به واقعیت تاریخ. روی شیخ صفی الدین اردبیلی، یک ملای شافعی مذهبی که در قرن هفتم هجری 631 در حقیقت در یک خانواده کشاورز مرفه به آذری زمان متولد شد، عده میگن کرد بود، تحصیل کرد، قرآن یاد گرفت و خلاصه اومد جلو. بعدش راه افتاد، رفت این ور اون ور و سرانجام رسید به مقامی که فهمید باید میخ و بکوبه. به خصوص مغول ها اومده بودن و مغول ها معتقد به توتم و تقدس و نمیدونم مقبره مردگان و اینا بودن. این به ساد مغول ها دادن اینا. شیخ صفی دو تا کار کرد اینجا. یک، با مغول ها چفت و جور شد، خودش و فرزندانش. من این رو در برنامه های بعد ریز صحبت خواهم کرد، تک تک اینها رو بعد از شیخ صفی، و یک میلیاردر تمام عیار شد، پوست مردم رو کند. دربار مغول ازش حمایت میکرد، وزرای مغول حمایت میکردند، برای اینکه اینها با عرفان خودش، عرفانی که حتی رگ و ریشه‌اش به مولانا میرسید و اون رو هم باید نقد کرد، این رو جبر الهی میدونستن. فرود مغول ها رو میگفتن که آقا جون چاره نیست، این خدا قهر و لطفش رو باید بپذیرید. و مغول ها از این استفاده میکردن، یعنی انفعال کامل مردم فروکوفته شده به مدد مزخرفات شیخ صفی الدین اردبیلی و نیز حتی اندیشه مولانا. مولانا تو مثنوی بدآموزی های وحشتناکی داره، مثلا داستان اون کنیزکی که خلاصه میارن برایش، عاشق زرگری شده و طبیبان میفهمن، بعد شاه زرگر رو میخواد، ظاهرن مینوازه، بعد بهش زهر میدن، این اندک اندک روش زرد میشه و میفته میمیره. کنیز هم میبینه این زشت شد، ازش دل میکنه و میره تو بستر شاه برای شهوترانی شاه. و مولانا تایید میکنه، میگه این کاری که انجام شد کار درستی بود، یعنی اینو جبری مستقی. حالا این رو تو دستگاه شیخ صفی الدین اردبیلی ما به غلظت تمام میبینیم. اینجاست که مغولا دو دستی میچسبن شیخ صفی و شیخ صفی مغولا رو، و عرفان شیخ صفی در حقیقت پایه های نخستین تشیع سیاسی است که زمان شاه اسماعیل بهش خواهیم رسید. و خونریزی ها و وحشیگری ها و شکم پاره کردن ها منتابات از شیخ صدرالدین عبور کنیم، ببینیم که چقدر به جیب زد. بریم سراغ شیخ جنید و جناب خواجه علی سیاه‌پوش و هزاران هزار نفری رو که امیر تیمور هدیه داد بهش و ارتش صفوی رو تشکیل داد، ارتش تشیع، و به اصطلاح برویم من جمله فرقه بطاشیه رو باید ببینیم، جنبش شیخ بدرالدین رو وقتی که این بابا تایید کرد، و این تحفه نتنز رو در حقیقت فابریک کردن با ایده های شیخ بدرالدین و شیخ بکتاش در ترکیه کنونی و عثمانی قبلی و مزخرفاتی که این ور بود، و این رو در حقیقت به خورد ما دادن به ضرب شمشیر. این رو باید باز کنیم که ما بدانیم چجوری ما شیعه شدیم.
ما هیچی نمیدونیم. در مقدسات داریم شنا میخونیم خوشبختانه قرنها آقا جون حضرت عباسی داریم و علی ابن ابی طالبی داریم، ولی تاریخمون رو مطلقا نمیشناسیم که این آش شله قلمکار رو چجوری آخوندها ریختن به حلق ما. در برنامه های بعد در این زمینه صحبت خواهیم کرد همه در کنار هم دیگه و نشان خواهیم داد که این حوزه های جه و این تاورهای چرک و عفونت و کثافت بر چه زمینه ای و به همت چه جانورانی مثل چنگیز خان، مثل قازان خان، مثل تیمور و امثال شیخ صفی برآمد و الان 85 میلیون مردم رو زیر چنگال های هولناک خودش گرفته و داره جان و مال و ناموسشون رو به باد می‌ده. این رو باید صحبت کرد و این درد رو باید باز کرد. سپاسگزارم از شما و از شما همراهان و بینندگان این برنامه و بدرود تا درودی دیگر. شادکام باشید، مواظب خودتون باشید. تا بعد.